ارتباط ما همینک با هدر مردک خبرنگار صدای آمریکا در اسرائیل برقرار شده. هدر، تازه ترین تحولات درباره بحران انسانی به وجود آمده در غزه چی است؟ میزان تلفات در جنگ بین حماس و اسرائیل همینجور افزایش پیدا میکنه. هر دو طرف میگویند بیش از 1000 نفر کشته شدن. اسرائیل میگوید 1200 غیر نظامی کشته شدن و دولت غزه میگوید بیش از 1000 نفر کشته شدن در باریک غزه و هزاران نفر هم مجروح شدن در هر دو طرف. ما همین الان اومدیم از ناحیه خارج از غزه که جنگ ادامه داره. مرتب باریک غذایی مورد حمله قرار میگه به صورت شبانه روز و راکت ها موشک ها اصابت میکنن اونجا و شما میتونید و میبینید که گنبد آهنین سامانه دفاعی گنبد آهنین مرتب در حال کار و موشک ها پرتاب میشه به طرف باریک غذا و همینطور اجساد پیدا میشه. خیلی هم که به گروگان گرفته شدن. ما دیروز صحبت کردیم با یه مردی که میگفتش که همسر او دزدیده شده و فکر میکرد که امیدوار بود که همسرش برگردونده بشه ولی متاسفانه جسد اون بازگردونده شد. ما صحبت کردیم با یه عده در داخل غزه و گفتن یک بحران نودوستانه یا بشردوستانه در اونجا داره پیش بیاد. یه خانمی که باش صحبت کردیم گفتش که در یه مدرسه یه سازمان ملل متحد هستند که فکر میکردن یکی امتر باشه ولی در اطراف اون مدرسه مرتب تیراندازی پیش میاد. حدودی یه روزی طول کشید تا سازمان ملل متحد بتونه به اونا آب برسونه و الانم و الان مواد غذایی هم به اونا رسیده میشه. در بیرون از غزه فلسطینیان متحمل تلفاتی شدن. ما صحبت کردیم با یه فلسطینی که در اسرائیل کار میکرد بیرون غزه بود. البته مرزا که دیگه مرزی وجود نداره به اون صورت، باز نیست بین غزه و اسرائیل و این آقای فلسطینی میگفتش که خانوادهش طبعا در اون ور مرز و جواز مجوزه کاری خیلی هم ازشون پس گرفته شده. خیلی از این فلسطینی‌ها دیگه نمیتونن تو خاک اسرائیل کار کنن، مجوزه کارشون ازشون گرفته شده و نه پول نمیتونن در بیارن و بر اونا غیر قانونیه که الان در اسرائیل باشن، در اسرائیل کار بکنن به خاطری که مجوز ازشون گرفته شده و در محل ورزشی بعضی از ساختمان‌ها الان پناه گرفتن و نمیتونن الان برن و پول در بیارن کار کنن. مردم اسرائیل صحبت میکنن راجع به وضعیت گروگانگیری که ادامه داره. الان روز پنجمه و بسیاری از عزیزان شهروندان اسرائیلی مفقود الاثر هستند. ممنونم از گزارش زنده تو هدر مرداک، خبرنگار صدای آمریکا که از اسرائیل با ما بود. سپاسگزارم.